عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، مردان و زنان غیور ایران زمین. امشب هم به روال شبهای پیش در خدمتون هستم با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب. همچنین عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که ما را از طریق یوتیوب دنبال میکنن یا پادکست رادیو مهسا و همچنین مخاطبان کانال تلگرام هر روز یک گوشه. پریشب که من نتونستم برسم خدمتون، دیروز هم با بچه های کوینزلند و استرالیا برنامه داشتیم، برنامه خوبی بود. امشب بالاخره بعد از مدتی رسیدم خدمت شما. صدا خوبه بچه ها؟ صدا خوبه؟ اگه صدا خوبه ما ادامه بده دیگه. بیماری ما مزمن شده دیگه. ارادتمندم جناب منظرپور عزیز. خب پیش از اینکه در واقع تا بچه ها میان، یه چند تا نکته رو من بگم. کمپین 1402 و اعتصابات بیش از یک ماه ادامه داشت و داره، ولی اونطور که باید و شاید متاسفانه بازتاب توسط چهره های سیاسی، رسانه های اجتماعی، رسانه ها، تلویزیون ها بهش داده نشد و نشده و همین قضیه سبب میشه که در واقع این بچه ها دل سرد بشن و سری بعدی که دوباره حتی کی میخوان اعتصاب کنیم. تو اعتصابات ما با این بچه ها که صحبت میکنیم میگن که فقط صدامونو برسونیم. منتها متاسفانه تو این قضیه هم فعالان اپوزیسیون بسیار 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 ضعیف عمل کردن و تا قبل از اینکه این اتفاق اعتصابات بیفته همه گفتن آره اعتصاب سراسری، هشتگ اعتصاب سراسری. خب این اعتصاب صورت گرفت، حداقل در 100 شرکت صورت گرفت، دامنش به پتروشیمی هم کشیده شد، دامنش به صنعت ذوب‌آهن هم کشیده شد. ولی چرا آخه؟ چرا باید دیده نشه؟ چرا باید ایگنور بشه؟ آخه این دیگه ربطی به جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی و چپ و راست و این حرفا داره؟ مثلا اینایی که الان اعتصاب کردن به خاطر یه حزب خاصی اومدن اعتصاب کردن که مثلا اون یکی حزب بیاد بگه نه چون این اعتصابات مال ما نیست، مثلا ما پوششش نمیدیم. واقعا مگه دغدغه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست؟ بعضی موقع من فکر میکنم میسین که دغدغه این نیست، یعنی بخشی خیلی ها گذاشتن میگن که این خب خودش بریزه یا یه عده این بچه ها برن این حکومت رو سرنگون کنن، بعد ما بشینیم. ما الان دغدغمون این نیست، اینو بالاخره سرنگون میکنن، این بچه ها یه کاریش میکنن، ما هم بشینیم فکر کنیم برای آینده طرحهای استراتژیک بریزیم، نمیدونم ایران چشمنداز 50 سال بعد رو چجوری ببریم، چه سیستم حکومتی بیاریم سر کار. بابا ولمون کنید تو رو خدا. آخه مسئله مگه مسئله جمهوری اسلامی نیست؟ الان وایستادین خوش بیفته، وایستادین یه عده برن کشته بشن بابتش، هزینه‌شو اونا بدن، شما مثلا بیاید بهره برداری بکنید. خب اسمش اسم اپوزیسیون هم نذارین رو خودتون. ولی چه اسم اپوزیشن میذارین رو خودتون؟ اپوزیشنی که نسبت به اعتصابات سراسری ساکته، نسبت به اعتصاب کامیوندارا ساکته، نسبت به تحسن‌های معیشتی اصناف ساکته. خب
خب چی نسبت به چی میخوای حرف بزنیم؟ میزه گرد بذاریم مثلا اعتصابات در جریان همین الان، میزه گرد بذاریم مثلا در مورد استراتژی فیل هوا کردن مثلا، او که چی؟ شما قرار بود حداقل کاری که میکنید صدای مردم ایران باشین ها؟ حالا سازماندهی و نمیدونم اینا که تو سر من بخوره. اون کار تشکیلاتی و نمیدونم کمیته های تخصصی و برنامه ریزی و اتاق فکر و گفتمانسازی در امریکا و اروپا و افکار عمومی به اصطلاح جهان رو به سمت دادن برای این که با ایران مثلا دیل نکنن، اونا هیچ. ولی مگه قرار نبود حداقل صدا باشین؟ مگه قرار نبوده حداقل؟ مگه نمیگه صدای مردم ایرانی؟ خب این صدای مثلا این کارگرایی که اعتصاب کردن مردم آفریقای جنوبی هن. از ونزوئلا اومدن مثلا، یا تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی مثلا مال موزامبیکه. خب یعنی چی؟ این چیزایی که واقعا من نمیفهممش، واقعا من نمیفهمم. یعنی خیلی کار بی کلاسیه. مثلا اگه شما بیاید از تجمع معلم ها مثلا حمایت کنین خیلی بی کلاسه، مثلا از تجمع کامیوندارا حمایت کنین شأنتون میاد پایین. نمیدونم، حالا بحث تظاهرات های هفتگی و اینا خیلی خوب میگیم مثلا این توکلی و تیمش دارن میکنن ما نمیکنیم، خیلی خوب نکنیم. خب ولی اعتصابات چی؟ هدف چیه اینجا؟ هدف اینه، هدف اگه براندازی مثل اینکه قرار براندازی کسای دیگه انجام بدن. آره کسای دیگه باید انجام بدن. ما الان چند تا زندانی سیاسی داریم؟ همشون دسترسی به وکیل دارن. اسمشونو 5 تاشونو پیگیری کردیم ببینیم مثلا در چه وضعیتی هن. واقعا یه سازمان، یه دونه با 4 تا وکیل تو داخل ایران اصلا سازماندهی هم نمیخواد بکنه. یه چیزی شده فقط همین، ما یه کاری بلدیم، حکم اعدام بیاد، جان فلانی در خطر است، جان همه اون کسایی که تو زندانن هم در خطره، خب که اسماشون هم نمیدونین. همین هشتگ اعدام نکنین، نمیدونم فلان بسار. خب با این چیزا که حکومت سرنگون نمیشه، قربونتون برم. با این چیزا که حکومت سرنگون نمیشه. یعنی مثلا از صبح تا شب شما بشینید هشتگ بذارید حکومت سرنگون نمیشه که. شما میتونید نقش آفرینی کنید در گسترش اعتصابات وقتی بدونن که یه سری آدم، یه سری چهرهای معروف پشت این قضیه هستن، شنیده میشه، دیده میشه. یه کاری وقتی انجام بشه دیده نشه، خب دفعه بعدم طرف میگه بابا برمون که اون دفعه رفتیم یه ما اعتصاب کردیم چی شد. اینه که این انتقاد هست دیگه. یه کمی بعد آدم برگرده یه سیخی هم به خودش بزنه، سوزنی به خودش بزنه. آقا خب چی کار داری میکنی؟ واقعا چی کار داری میکنی از تو؟ رو چی تمرکز کردی؟ رو چی؟ رو کجا تمرکز کردی؟
هزار بار گفتم هر کسی یه دونه یه گوشه این فرش رو بگیره بلند کنه. وقتی میگیم هر کی یه گوشش رو بگیره یعنی هر کی روی موضوعی تمرکز کنه دیگه. تمرکز شماها رو چیه؟ این از این موضوع. بنابراین بحث با تحریم خریدها، یه سری شرکت های وابسته به سپاه و نمیدونم اینا هستن. خب مردم وقتی تصمیم بگیرن کالا ازشون نخرن، ها، خب پول نمیرسه به این رژیم دیگه. خب این کمپینش که مدت هاست را افتاده، چرا از اون حمایت نمیکنه؟ چرا از اون حمایت نمیکنی؟ اصلا پول نمیخوایم. آقا پول برای اعتصابات نمیخواد بدید، نمیخواد جمع کنید، کانال مالی هم نمیخواد انجام بدید. خیلی خوب، لاقل بازتاب بدین، بازتاب بدین لاقل. خب وقتی بازتاب داده نمیشه، وقتی هیچ حمایتی نمیشه، وقتی هیچ، خب مردم هم شل میشن دیگه، مردم هم شل میشن، خسته میشن. مگه چقدر شما مثل میدون جنگ میمونه، یا جنگ مثلا سریع برقاساست، یه پلن یه استراتژی میریزی سریع میری اشغال میکنی تموم میشه میری پی کارش، مثل مثلا آلمان که در جنگ جهانی دوم یک ماه و نیم فرانسه رو گرفت، یا اینکه میخوره به جنگ فرسایشی. وقتی به جنگ فرسایشی میرسه، خب نقش ستاد خیلی اهمیت داره. ما یه صف داریم، یه ستاد داریم. بچه های ایران در صفن، در جبهه مقدمن. اون ستادی که باید طرح‌ها رو پیگیری کنه، خب، و نقشه های عملیات رو بریزه، اونم که نداریم. لااقل پشتیبانی از اینا بکنین، واحد لوجستیکتون لااقل فعال باشه، اونم دیگه نمیکنه. اونم دیگه نمیکنم واقعا. بی کلاسه. اینا رو آدم به کی بگه؟ 9 ماه گذشت دیگه. از اعتصابات کمپین 402 بیشتر از 1 ماه گذشته. چیکار کردیم؟ به جای اینکه خودتون بیان دعوت کنین از اصناف اعتصاب بکنن، یه وقتی هم یه سری اصناف اعتصاب میکنن، شما اونم نمیایین بگین. وقتی تجمعات صنفی شروع میشه اونا هم نمیایین بگین. خب وگرنه ببخشید معذرت میخوام، خب خواهر پدر بنده هم میتونه در مورد جنایات خامنه ای از صبح تا شب بشینه حرف بزنه، کاری نداره که. از همه تونم بهتر میتونن بچه های داخل ایران در مورد جنایات خامنه ای حرف بزنن. این رژیم چقدر بده، این رژیم چقدر فاسده، این رژیم چقدر به حق زنان نمیدونم ظلم میکنه، این رژیم نمیدونم اصلا اینا از کجا اومدن فلان بسار اینا. خب اینا که هم بلدن بگن، این که کاری نداره که. کرکری خوندن هم همه بلدن. میکنی قداغونت میکنیم نمیدونم میکشیم از زیر خاک، مردم قدرتشون زیاده، میزنن شما رو سرنگون میکنن فلان بسار. خیلی خوب، اینم که خوبه، بلدن همه. این مردمی که قدرتشون زیاده پاشون رو میزنن رو صحنه، خب شما صداشون هم نمیزنین، حرفاشون هم نمیشنوین. خب این داره که آبه این شد اپوزیشن. واقعا
والا به خدا تو تاریخ انقلاب ها می نویسن دیگه، مثل مثلا انقلاب چکسلواکی و الان چجوریه نوشتن، یا مثلا لهستان رو چجوریه نوشتن، دونه دونه مذاکرات مثلا اپوزیشن لهستان با لخ والسا، درگیریشون سر رفراندوم، نمیدونم انشقاقاتشون، بحث سر مذاکره، گروه میزگرد، همه اینا رو نوشتن دیگه. باور کنین یعنی مثلا یه فردای انقلاب ایران، خب اگر بخوان تاریخ جنبش مردم ایران رو بعد از جمهوری اسلامی بنویسن، که 18 بار مردم بلند شدن و هر بار صدها و هزارها کشته دادن، خب همین داستان اپوزیشن جمهوری بنویسن، خنده دیگه یک چیز داستان کومیکه، یعنی میخندن جهانیان به ما در آینده، میخندن واقعا. یعنی میگن که مثلا لخ والسا خب چجوری وقتی که مذاکراتش با یارزنسکی به نتیجه نرسید یک فراخوان اعتصاب 3 ماه داد و کل اصناف و صنایع رفتن تو اعتصاب، خب چجوری این اومده تو تاریخشون. اینجا هم میان میگن که 100 و خورده شرکت هماهنگ کردن با هم از داخل اعتصاب کردن، اپوزیشن جمهوری اسلامی هم هیچی نگفت، نگفت خوبه، نگفت بده، نگفت دستتون درد نکنه، نگفت مثلا مردم حمایت کنین، نگفت بقیه شرکت ها بهش بپیوندین. میخندن. خب حالا ما تو خودمون همه هر کی طرفدار یکیه میگن نه 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 اینا که بابا این بوت ماست، نمیدونم فلان. خب میخندن، ولی اون که بیرون نگاه میکنه خندش میگیره. بعد به تئوری های توطئه که تو ذهن یه عده میگذره، آمریکا یه سری از اپوزیسیون رو به گروگان گرفته نمیذاره مثلا کار کنن، ولی میکن بابا تو خدا دست سری کچلمون بردارین. کار گروهی چیه؟ کار گروهی بلد نیستیم یه اون پیشکشش، خب مسئولیت فردیمون هم بلد نیستیم درست ایفا کنیم. میگم مثلا بحث سازماندهی و اینا به پیشکش، مسئولیت فردیمون هم نمیتونیم ایفا کنیم. بعد آخه چه مخالف جمهوری اسلامی هستیم که هیچ ضربه به جمهوری اسلامی نمیزنیم؟ خب اینو من بگین. شما چه مخالف های جمهوری اسلامی هستین که هیچ ضربه به جمهوری اسلامی نمیزنین؟ اگه میزنین بگیم بیدم چجوری زدین. مثلا تجمعی را انداختین در ایران در داخل، اعتصاباتی رو سازماندهی کردین، از اعتصاباتی حمایت کردین. نه، ما فقط صدای مردم ایران هستیم. بعد صدای خب کیایین؟ صدای مثلا اعتصاب کننده های رانندگان کامیون هستین مثلا؟ نه، منتظریم یه نفر اعدام بشه بریم خانوادش رو بیاریم باش صدای اینا بشیم مثلا. اینه. صدای زندانیان سیاسی خاص میشیم ما، اونایی که مثلا معروفن اونا خوبه بس صداشون بشه. حالا این همه وکیل و نمیدونم مهندس و دکتر و دانشجو و هر انسانی افتش زندانه، خب فقط این وسط مثلا یا نرگس محمدی مهم میشه مثلا، نسرین ستوده مثلا. وقتی میخوایم صدای زندانیان سیاسی بشیم این ستا میاد، فائزه هم هستی اونم زندان سیاسی بوده دیگه، یهو اینا میشن و اینم آدم. بقیه چی شد مثلا؟ حسین رونقی چی شده؟ مجید توکلی چیه داستانش؟ تازه کسایی که اصلا اسماشون هم نمیدونیم چی، اصلا چرا اسماشون رو نمیدونیم؟ نه واقعا چرا اسماشون رو نمیدونیم؟ ضعف ماست دیگه.
ضعف ماست. مسئله پیش رویی که بالاخره در ایران اتفاق خواهد افتاد و خیلی هم دور نیست، آخ من یادم رفت راستی تبریک بگم این سالگرد سقط شدن خمینی رو به همتون، جز جشنهای همین الانش جز جشنهای ملیه و برای این دومی هم که به زودی سقط خواهد شد، که همونی که بحثیه که میخوام بکنم، این هم جز جشنهای ملی خواهیم داشت. به هر روی این مردک در آستانه سقط شدنه و بحران جانشینی همیشه در نظام‌های توتالیتر یا شبه توتالیتر خب یکی از مسائل حساسیه و مقطعای حساسی بحرانزایه که میتونه مردم میتونن ازش استفاده کنن. کتابی داره هانا آرنت به اسم انقلاب مجارستان که اصلا داستانش روی بحران جانشینی بعد از استالینه، در دوره خروشچف و اون استالین زدایی و تأثیری که گذاشت. چون یه فرصت میشه برای خود رژیم که بخواد پوست اندازی کنه از جهت اینکه بگه تقصیر این بود. یه مدله. یه مدل دیگر، یعنی یه چالش دیگر اینه که شما مطمئن باشید در درون رژیم شروع میشه به دستبندی ها، از الان هم شده گروه بندی ها. اینجوری نیست که همه بگن نه همه روی مشتبه ها همه ما موافقیم، نه واقعا اینجوری نیست. گروه همه، هر کس دنبال به دست آوردن قدرت و منافع خودشه، بنابراین این گروه ها شروع میکنن با هم بعضا ائتلاف کردن که مثلا یه عده علیه اونها، اون یه عده دیگه علیه این یکی. و وقتی این آدم، این مردک سقط بشه، فرصت خیلی خوبیه برای اینکه اگر شما به خیابونا بریزین، خب یعنی بعد از سقط شدن این به خیابون بریزین، اراده سرکوب در نیروی سرکوبگر وجود نخواهد داشت، مطمئن باشید، چون یه عده زیادیشون منتظرن ببینن از کی دستور بگیرن. خب و اون کسانی که میخوان قدرت رو به دست بگیرن مجبورن که در ظاهر سعی کنن حداقل اون اول با مردم مدارا بکنن. اینه که بحث سقط شدن این رو، مردک رو، تو برنامه ذهنیتون داشته باشین. فریب به محض این که این اتفاق افتاد، همه شبکه‌های اجتماعی تعطیل تو خیابون، چون برنامه ریزی برای افکار عمومی دارن میکنن که چی کار کنن، چجوری ذهنا رو ببرن، بحث های بی ربط را بندازن، جدال ها سیاهو ها برای هیچ را بندازن. خب این مسئله مهمیه. دعواهای زرگری و واقعی و اینا را بندازن توی رسانه و ذهن شما رو ببرن به سمت چیزی که در خیابان اتفاق نیفته. این اتفاق خواهد افتاد، حالا البته کی بیفته مشخص نیست، ولی نزدیکه. و این اتفاق که افتاد یک بار، این فرصتیه که یک بار پیش میاد. اجازه ندین نظام خودش رو بتونه بازسازی بکنه. با
بحران جانشینی یکی از نقطه های سقوطه، یکی از نقاطیه که میشه روی سقوط رژیم ها حساب باز کرد، به خصوص که الان شرایط ملتهبه. این یک مسئله. مسئله دیگر بحث خطراتیه که اگر حضور خیابانی مردم کمرنگ تر بشه، خب کشور رو تهدید میکنه، نه فقط انقلاب رو. سخنرانی امروز این مردک چند تا پیام مهم داشت برای همه و همه دنیا حتی. یک این که این خب در اثر زوال عقلی که اینا پیدا میکنن نمیتونه، انقدر صلب میشه وقتی که یک حماقت رو 40 سال تکرار کنی تبدیل میشه به حکمت. خب و این حکمت انقدر صلب میشه که نمیتونه او ازش عقب بنشینه. درست؟ یعنی همون صلبی که نمیتونه به اون انعطاف رو بده که بتونه در شرایطی که باید انعطاف به خرج بده تا رژیمش رو حفظ کنه، در یه اوتوپیای ذهنی فرو میره. واقعا تصور میکنه الان توی دوران جنگ سرد داره به سر میبره و شوروی سابق احیا شده و ما در بلوک شوروی قرار داریم، اونورم بلوک آمریکاست و ما به حمایت، با امید حمایت اربابمون پوتین سفت وای میستیم جلو غربی ها و فلان بسار، دیپلماسی اقتدارآمیز و این چرت و پرت. جمهوری اسلامی اگر نتونه بحران اتمیش رو به طور جدی و همینطور دست اندازی های منطقهش رو به طور جدی با جهان حل بکنه، خب این رژیم رو برش میدارن. و همینطور اگه بخواد همچنان در کمپین روسیه بمونه، پهباد صادر کنه، از این غلط های اضافی که داره میکنه ادامه بده، خب برش میدارن. منطقه کیفیت این برداشتنم مهمه ها، نه اینکه فکر کنی یهو یه دونه میله میزنن جیز مثلا یهو این رژیم عوض میشه، یهو همه جا گل و بلبل میشه. اون بخششه که نگران کننده است، اینکه چگونه بر میدارن. خب یعنی بحث هزینه و فایده است. فرصتی داده شده به اینا که بیان پای قرارداد حداقل تعلیق در برابر تعلیق، خب کوتاه بیان و یه هفته مثل این که بهشون فرصت داده شده، 10 روز فرصت داده شده، نه کودتا هم نیست. کوتاه بیان حل کنن این مسئله رو. از اون برم حمله هوایی اسرائیل، یعنی اصلا داستان امریکا برای این قضیه اینه که اسرائیلی حمله نکنن دیگه، که نفت نره بالا. ولی اگر بخواد به اونجا برسه اینجوری نیستش که اون بیاد مثلا 4 تا مقر اتمی و اینا رو بزنه، حتی بیت رهبر رو بزنه و فلان و بسا جمهوری اسلامی بره. هیچ حکومتی با تهاجم هوایی 1 هفته‌ای یا 10 روزه خب فرو نمی پاشه. از صبح تا شب هم بمبارون کنن فرو نمی پاشه. احتیاج به چکمه نظامی داره که بیاد توی خاک ایران. درست شد؟
آمریکایی‌ها هم چکمه نظامی‌هاشون رو نمیذارن تو خاک ایران. مرزهای شرقی، سلاح‌های درجه یک طالبان، همون چیزی که اون موقع به شما اون اول گفته بودم، هنوز آمریکا توی طالبان بود، هنوز آمریکا تو افغانستان بود. خب گفتم به محض اینکه حکومت شروع کنه به سقوط کردن از مرزهای شرقی، طالبان عین مور و ملخ میریزه توی ایران. خب الانم که بهترین اسلحه ها رو در اختیارشون قرار دادن و طالبانی که هلیکوپتر رو هول میداد توی خیابونا، خب الان چجوری میتونه از این اسلحه ها استفاده کنه؟ کی بهشون آموزش داده؟ کیا بهشون آموزش دادن که تبدیل شده به یکی از بزرگترین ذرات خانه های سلاح های پیشرفته امریکایی؟ نمیگم میتونن حکومت ایران رو بدن دست طالبان، نه، ولی میتونن اون نقش پیاده نظامی رو که رژیم رو تضعیف بکنه به شدت در کنار نیروهای حمله هوایی اسرائیل، خب و یک بلبشوی جنگ داخلی گروه های مسلح از هر طرف سر در بیارن و یه چیزی بشه مثل عراق در واقع سالای پس از سقوط صدام حسین. خب صدام حسین سقوط کرده بود، همونطور که خب خامنه ای هم سقوط خواهد کرد، جمهوری اسلامی هم سقوط خواهد کرد، یه دونه حکومت مرکزی ضعیف به اسم حکومت موقتی، حالا یه سرداری، یه فائزه، یه نمیدونم فیفی، کسی بذارنش اونجا، خب از اون ور درگیر باشه با مرزهای شرقی، از این برم که اسرائیل داره اون کارشو انجام میده. خب این سناریو اصلا دور از ذهن نیست، سناریو ذهنی من هم نیست، در موردش داره صحبت میشه، در موردش داره بحث میشه، در اندیشکده ها، در میزگاه های تحلیل های سیاسی، خب هیچ هم دور از ذهن نیست. همه این اتفاقات یبار بابا جان، این کیه دیگه، همه این اتفاقات که داریم میگم خدمتون، همش در غیاب مردم، همه اینها در غیاب مردمه که اتفاق میفته. برای همینه که باید قدرت خیابان رو مردم در دست بگیرن تا تبدیلشن به یک عامل تعیین کننده. اگر عامل تعیین کننده از مردم خارج بشه، خب اگر عامل تعیین کنندگی از مردم خارج بشه، اون وقت اون کسی که میاد سناریو می نویسه، اون اصلا دلیلی نداره که بخواد منافع مردم رو در نظر بگیره، دموکراسی رو در نظر بگیره. همه تنها چیزهایی که در نظر میگیره کم هزینه ترین و پرنفع ترین سناریوه. هم اون سلاح ها که اونجا جمع شده مصرف میشه، هم ایران دچار هرج و مرج میشه، ای بسا بعدا یه اتفاقاتی هم بتونن روش رقم بزنن، و هم اصلا از موضوعیت جمهوری اسلامی خارج میشه، تموم میشه میره. برای همینه که شما اصلا
همینجوری در نظر بگیرید، اگر که مردم عاملیتشون رو از دست بدن و رژیم رو بخوان قدرت های بیگانه سرنگون کنن، که این رژیم سرنگون کردن هم خب به خصوص در جنگ هایی که جنگ های بین المللی هست خیلی طبیعیه. تو جب وقتی کمپ گروه ها و ائتلاف های نظامی تشکیل میشه همیشه اینجوری بوده، تو یک کشوری که کودتای را میندازن، خب تو همون جنگ جهانی اول هم آلمانا تو روسیه کودتا را انداختن، هم خود آلمانا تو خودشون کودتا را انداختن. خب یعنی یه آدم مثل جنرال لودندورف اومد ابرتو آورد گفت تو بیا سوسیالیست تو بیا حکومت رو سرنگون کن، خب این شاه و قیصر رو بنداز کنار. بعد اینا هم بطه دوست داشت لودندورف که قیصر یعنی پادشاهی چیز بمونه، پادشاهی آلمان بمونه، ولی اون چپا دیگه رفتن تا ته خط، جمهوری وایمار درست کردن و فلان بسار. حالا هدف چی بود؟ هدف این بود که اونا برن پای قرارداد ورسای و اون ننگو قبول کنن، نه اینکه مثلا رژیم آلمانه بگم آقا ما اگر شکست خودیم تو مملکت اون انقلاب شد. اینه که این کارو میکنن، هیچ چیز پیش چیه آیدیشو بنویسیم من خودم ترتیبشو میدم. میشناسمشون رو گذاشتیم، بعضی موقع میاد اینجا حرف میزنن بچه ها بخندن اگه اذیتتون میکنه، خواهر میدازمش بیرون. باشتیم شاید اینجا زیاده این گوشه، این از این. خب خب من دیگه چیزی نمی‌بینم. بنابراین عملیات رو بچه ها باید یه کاری بکنیم با گفتمان سازی، با همین وسایلی که داریم، با همین امکاناتی که داریم، خب بتونیم کار رو ببریم جلو، وگرنه به مشکل خواهیم خورد. خب من از الان چند تا صحبت های کامنت های شما رو هم جواب بدم، اگر موضوعی هست بنویسید. مگس هم ویل کنید بابا، شکایشون داری بذاری چرت و پرتشون رو بگه. خودتون رو اذیت این حال چیزا نکن. خب برجام که الان براشون میگم، برای به پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق جلوی ایران گذاشتن، حالا اگر اینا بپذیرن که خب تقریبا یه بخشی از مشکل حل میشه، اگر که نپذیرن میره به سمت سناریوهای دیگه. اصلا داخل ایران برای اینجا که میگیم مثلا پوست خربزه زیر پای دموکرات ها باشه، نه بابا اصلا تأثیری نداره روی مسائل آمریکا. خب مسائل آمریکا چیزی که تأثیر داره قیمت بنزینه، مثلا اون یه جوری وابسته به ایرانه. خب
وابسته به این که امنیت توی منطقه حفظ بشه، وگرنه این که مثلا فکر کنید اینجا خیلی مثلا مسئله ایران خیلی مسئله حساسیه توی افکار عمومی امریکا و رای دهندگان امریکایی، نه اونجوری نیست واقعا. خب من دیگه چی شده مثل بابا دعوا کشیده شده. خب خب تموم شد، مراقب چیزی نیست، مراقب خودتون باشین و برنامه ریزی بکنیم برای حرکت های به دست گرفتن خیابان. خب با این که مثلا دلار بره بالا، نمیدونم بنزین بره بالا، یه اتفاقی بیفته، یه جرقهی بزنه، نمیدونم اینجور چیزا، من نمیگم نمیشه، ممکنه یکی هر کدوم این اتفاقات یه جرقهی بزنه ولی خیلی وقتا هم جرقه نمیزنه، کما که میگفتن آقا دلار بشه 50 تومن، آقا بلاک کردم ول کنید دیگه، دلار بشه 50 تومن مثلا مردم میریزن تو خیابون، شد نزدیک 60 تومن هم شد، خب نریختن تو خیابون. خب اینه که ما یا باید بپذیریم که بریم بشینیم مثلا تو خونه هامون تا دوباره یه جرقه بخوره دوباره بیان تو خیابون، یا باید بپذیریم که باید مبارزه مستمر بکنیم. خب اگر مبارزه مستمر بکنیم نتیجه میگیریم، اگر نه باید وایستیم تا یه بار دیگه یه اتفاقی بیفته. وکالت میدم به شاهزاده کار درستی بود؟ آره چیز غلطی نبود، شلوغ کردن این آدم ها سرش غلط بود، این مسخره بازی که در آوردن آی چرا دارید وکالت میدید، خب به شما چه کسی دارم وکالت، یه داده میخوام برم وکالت بدم به این نفر مثلا، ها یه دادم تو هم برو بر خودت وکالت جمع کن، مگه شما مسئول هدایت افکار مردم شما چه کسی این شأنیت رو به شما داده که بیاد بگید این کار درستیه یا غلطیه یا فلان، به شما چی؟ من سر موضوع دارم مثلا دارم. من به شاهزاده فضاپرده برای تشکیل شورای انتقالی وکالت میدم، ها یه دقونه نه برای آساختن ایران و فلان و سر و به شما چه ربطی داره؟ من وکالت نمیدم. خب نده بعد بیای بحث را بندازی آی چرا وکالت را انداده، خب به تو چه را انداده، تو هم برو بر خودت را بنداز. خب بیشتر چیزایی که در واقع شد این درگیری های سر هیچ و پوچ، وکالت بودن وکالت دادن غلط بود، خب شرکت تو نمیدادی وکالت نمیدادی، بوده کار درستی نیست من نمیدم وکالت نمیدم، ها به تو چه ربطی داشت که اومدی شروع کردی عربده کشی تو فضای مجازی؟ تو برو به کاک عبدالله وکالت بده. من هزار بار نگفتم بودم آقا مثلا این که مثلا سر تو خیابون مثلا شعار پهلوی میدن تو ناراحتی، به طرفدارات بگو بیان شعار مثلا اون یکی شخصیت رو بدن، اونی که تو طرفداریشو بدن. منتها به جای این که بیای با مردم، با یه بخشی از مردم، با یه بخشی از
اپوزیشن درگیر بکنی خودتو که چرا مردم دارن شعار تو رو میدن، خب روت هم نشه اینجوری بگی شروع کنی به تخریب های شخصیتی یا تخریب های مثلا زنش رو تخریب کنی، خودش رو تخریب کنی. خب دردت اینه که مردم چرا شعار اینو میدن، خب تو هم برو تبلیغ کن مردم شعار تو رو بدن، بیان بریزن تو خیابون بگن آقا مثلا حامد اسماعیلیون مثلا به داد ما بیا، یا مثلا رهبر فقط اسماعیلیون مثلا، چه اشکال داره؟ من مردم خواهش کنم بگو آقا بیان تو خیابون شعار منو بدین، یا شما که بلدید که چهار نفر از اونایی که براتون ار میکنن و بیاری تبلیغتون رو بکنن، بگید آقا برای این که مثلا الان گفتمان انحرافی مثلا پهلوی داره چیز میشه، شما بیان گفتمان اصیل مثلا حامد اسماعیلیون رو تو خیابونا صدا بزنین مردم، یا وکالت بدیم یه پتیشن درست کنید، کاری نداره که من وکالت میدم مثلا به اسماعیلیون و علی نژاد، بکنین خب شده نمی کنین. بریم ببینیم که بگه او کار درستی بود وکالت داد یا نداد، اصلا درست یا غلطش به اونی که ربطی داره که شرکت کرده یا نکرده دیگه بحثی نداره، که دیگه بحثی نداره. الان اینجا همه مدل دارن شعار میدن، یکی میگه جاوید شاه، یکی میگه نمیدونم ورامسو، به من چه ربطی داره؟ اینه که شما اینجا شد عرصه رقابت، شد عرصه رقابت، و توی عرصه رقابت هم اگر همه مسئله شون مسئله ایران بود میتونستن با هم کار کنن، ولی مسئله ایران نبود، مسئله فیک بود، فیک و فاند بود، دابل اف، فیک و فاند بود. یه ده از اپوزیسیون بودن جمهوری اسلامی پول در میارن، از اینترنت آزاد برای ایران پول در میارن، خب این مسئله است، وگرنه کی جلوی کیو گرفته؟ اگر ما بیام مثلا بگیم من میومدم میگفتم که نه مردم یه موقع شعار ندید به نفع فلانی ها، اون موقع شما میتونستی بیا بگی آی این داره مثلا جلوی انقلاب رو میگیره، آی داره نمیدونم جلوی فلان، نه من میگم برید آقا تو خیابون شعار بدید به نفع اینا. در روز اول گفتم به همه همیشه گفتم برید چهره های سیاسی که طرفدارشونین رو برید شعارشون رو بدین تو خیابون، برین شعار بدین به نفع کاک عبدالله، برین شعار بدین به نفع نمیدونم اسماعیلیون، برین شعار بدین به نفع گوگوش، برین شعار بدین به نفع هر کسی که فکر میکنین مثلا ظرفیت این کار رو داره، برین شعار بدین. بس کسی جلو شما رو نگرفته، متو اگه کسی شعارتون رو نمیده چرا ناراحتی تو رو سر چیزای دیگه خالی میکنین؟ چرا سر چیزای دیگه خالی میکنین؟ خب این همه پای تلویزیون و اینا اومدین حرف زدین، خب یه نفر هم تو ایران فیدبک نگرفتین، خب چرا ناراحتین؟ حالا مشکل چیه؟ برید صدا بزنین اسمشون، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، چرا که نه؟ منطقه مسئله اینه، مسئله اینه که میگه نه چرا مردم تو رو صدا میزنن؟ مثلا یه دیگه مردم، من خودم انتقاد دارم به شاهزاده رضا پهلوی، من انتقاد دارم، خب امروزم انتقاد کردم، دیشبم انتقاد کردم، پریشبم انتقاد کردم، در مورد سازماندهی انتقاد دارم، خب
ولی شما دشمنی داریم. وقتی میگه اونو صدا نزنن منو صدا بزنن، یعنی اون حذف باید بشه دیگه، که بعدش هم اومدید با آخرش هم اومدید گفتین که باید حذف شه دیگه. و دشمنی دارید شماها، در حالی که ما با شما دشمنی نداریم. ما میگیم آقا شما هم مردم بیان صدا بزنن، شما هم مردم بیان شما رو صدا بزنن، شما هم برید پتیشن درست کنید، وکالت میدم به مثلا هر کی، خانم شیرین عبادی. اگه ما گفتیم چرا این کارو میکنیم، اگه گفتیم، هرگز نمیگیم. الان یه نفر بیاد اینجا بنویسه مثلا جاوید با جاوید مثلا شیرین عبادی، من گفتم چرا می نویسی؟ همونطور که اون که جاوید شاه می نویسم نمیگم چرا می نویسی. ما اول می گفتم آقا شعار نوع حکومت ندین، خب برای اینکه مردم بینشون تفرقه می افته. بعد دیدیم نه می خواهم بدن، خب بدین. شما بنویس مثلا برو تو خیابون برو شعار بده، توی استادیوم شعار بده، روی دیوارا بنویس. خب بنویس رهبر فقط مثلا علی نژاد. خب ولی مشکل اینه که نمی کنن اینو، بعد شما ناراحتی، بعد میگی خب حالا که دیگی که برا ما نجوشه برا نصفت سر سک توش بجوشه، حالا که اینجوری شد اصلا بی خود کردن شعار اینو میدن، بی خود کردن وکالت میدن. اصلا این اصلا حق نداره باشه، این یا باید کنار ما باشه یا این که اصلا نباید باشه. مگه کاری نداشت که تو که مگه نمیگی اینجا 400 هزار نفر بیشتر این پتیشن رو امضا نکردن؟ تو پتیشن درست کن 10 میلیون امضا کنن. مگه نمیگی؟ مگه نمیگی اکثر مردم ایران با طرفدار ایشون نیستن؟ خیلی خوب، درست کنین یه پتیشن، درست کنین، من وکالت میدهم مثلا به، یا مثلا نماینده من برای فلان آقای فلانیست یا خانم فلانیست. چرا نمی کنین؟ بکنید این کارو. میگی 400 هزار تا بوده، شاید کم بوده، تو انجام بده، 1 میلیون بگیر، 10 میلیون بگیر. اگرم 35 نفر گرفتی یا 37 نفر گرفتی، خب معلوم میشه، خب آره تو وزنت 37 نفره، ما وقت ازت خواهش میکنیم به اندازه اون 37 نفر، خب به اندازه اون وزن صحبت کن یا ادعا بکن، صحبت که هر کس میتونه بکنه. ولی یه موقعی دی نه بابا، یه موقعی دی مثلا مردم ایران همه طرفدارتن، منتها خب روشون نمیشه بگن، یا مثلا پیش نیومده، یا قافیهشو پیدا نکردن مثلا برات شعار درست کنن، خب اونجا معلوم میشه دیگه، اونجا معلوم میشه. بکنید این کارو، اینا اصلا هیچ اشکالی نداره. برای همینو من میگم وکالت دادن به مثلا به شاهزاده رضا پهلوی هم اشکال نداره، چون راهو بر کسی دیگه نبسته که. تو هم برو وکالت بده به اون شخص مقابلت، بعد اون وقت مثلا من به تو میگم خب تو به اون وکالت دادی، موضوع برای چی بوده؟ مثلا برای جمهوری اسلامی. خیلی خب، حالا بریم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، بعد یه انتخابات میذاریم بین این آدمایی که مثلا چیز شدن. ولی مسئله اینه که ناراحتین که مثلا ایشون یه طرفدارشن، خب و این طیف تعدادشون اونقدر هست که صداشون شنیده میشه، صداشون توی خیابونا شنیده میشه. نمیگم همه کسانی که میان تو خیابون دارن ایشون رو صدا میزنن، نه، ولی اینقدر طرفداراش هستن
که صداشون شنیده میشه تو استادیوم ها، صداشون شنیده میشه. درسته؟ همونطور که حمایت از علی کریمی هم شنیده میشه. من تو علی کریمی، خب جهان پهلوان شأنیت خودش رو میدونه که البته خیلی از شأنیتش از خیلی از آدمایی که شهرتشون مدیون رسانه‌ان بالاتره. در یه جایی قرار گرفته که مردم با جان و دل ازش حمایت میکنن. امروز، حالا فرداشو هیچ کس برای کسی قسم نخورده. خب چجوری کریمی رو صدا میکنن تو استادیوم یا بیرون؟ خب چرا شما رو صدا نمیکنن؟ بگید، خواهش کنید که بکنن. خواهشن جواب من رو بدید. چرا شاهزاده این چرا کمکار شده؟ چرا با مردم صحبت میکنه؟ خب این داره ایشون باید جواب بده، من که نمید جواب بدم که. من که نباید اون جواب بدم که. خب ما به وزارت اطلاعات میخواستیم دست به یکی کنیم. ما به وزارت اطلاعات دست به یکی هستیم. تو نمیدونستی؟ یعنی تازه فهمیدی؟ بابا باهوش. الان همه بچه هایی که اینجا هن همه چون یکی یکی یا به وزارت اطلاعات ارتباطن یا با ساس در ارتباطن. خب یه عده عامل CIA هن، خب یه عده با موساد دارن کار میکنن. آه تنها انقلابی اینجا هم الان تو بودی که تو هم فهمیدی الان. خب پا اینجا چی کار میکنی اصلا؟ اینجا اصلا روم این داستانه. خب یعنی یه سمت وزارت اطلاعاته، خب و آدماش که ماها باشیم، یه سمت هم مردمن که شما باشی. و فقط من نمیدونم این رهبرای شما مردم چرا شما مردم صداشون نمیزنید، ولی این بچه های اطلاعاتی همش تو خیابون دارن یه دیگر صدا میزنن. الان مشکل چیه؟ خب شما که این اکثریت مردم هستی و اینجا همه برای بچه های موساد و اینا هستن، خب چرا شماها رو صدا نمیزنن؟ خب چرا صدا نمیزنین شما اونه که کسایی که دوستشون دارین رو مثلا برید سر خیابون صدا بزنید استالین زمانه نمیدونم به داد ما بیا مثلا. علیه همه اپوزیسیون. تو اپوزیسیون کی بودی؟ خب جاسوس های محترم، آره جواب کیو میدی؟ فرستادمش رفت. جاسوس های محترم، مزدورای عزیز، خلاصه اونم که مردم میدونید که دیگه تقصیر ما هست، مردم صدا ندارن، کسی چیز نمی کنه، استالینو صدا نمیزنه تو ایران. من شرمندم. چرا استالینو؟ مردم ایران چرا استالینو صدا نمیزنین؟ خب چرا لنینو صدا نمیزنین؟ خب بچی چرا دل این بچه ها رو میشکنین؟ چرا شعار کمونیست کارگری تو خیابونا نمیدید آخه؟ خب نکنید این کارو، گناه دارن اینا. خرسای محترم سواک. خب چرا شعار تجزیه طلبی نمیدید تو خیابونا؟
برای چی نمیدیم؟ برین شعار بدین، بگین کشور مستقل یاسوج خب باید تشکیل بشه، کشور خرم‌آباد، کشور گلپایگان، پایتختش هم محل بابا عبدالله. این شعارا رو بدین دیگه، و چی نمیدین؟ این اپوزیسیون واقعی اینا هن، اپوزیسیون واقعی این استالینی هن. خب ماها که هممون خرسای ساواک و رئیس سازمان اطلاعات کشورهای مختلف و اینا هستیم دیگه. آره خب، ورامینگرات خوب بود، مرسی. تجزیه کنید بره دیگه، همه با هم خوشحال میشن. تجزیه کنید بره، بعدم همه تون واقعا تنها کسی، تنها شخصیتی که شما میتونید حولش متحد بشین، خب این ظرفیت این اتحادو داره، سیبیل عموجو استالینه. دور استالین اگه متحد بشیم پیروز میشیم، ولی دور بقیه اینایی که هم میگن شعار وطن پرستی میدن و اینا، اینا همشون جاسوسن و عامل جمهوری اسلامی هن. جوابتو دادم محسوسم، گفتی که چرا شاهزاده کمکار شده فلان، گفتم چرا من میپرسی؟ خب برای خودش بپرس، من نمیدونم که. خب جاسوس های محترم، مراقب خودتون باشین و همچنان این کاری کنین که در واقع این ملت استالین پرست پیروز نشن و عاشقان لنین رو حواسمون بهشون باشه که این موقع آزادی برای کشور به ارمغان نیارن. ما همه هم توی جبهه هستیم که میخوایم آره جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی فقط لنین و استالین هن الان دشمنای جمهوری اسلامی. شاد و سرفراز، آزاد باشید، پاینده باد ایران.